نامه های یک سرکرده ریزشی سپاه پاسداران تروریسم قتل عام زندانیان سیاسی کشتار قیام کنندگان نقش شخص خامنه ای و سپاه جهل و جنایت من حالا میفهمم که خروج کمپرسی های پر از جنازه از در زندان اوین در سال 67 هیچ تعریفی جز جنایت نداشته است در اتاق فکری که خامنه‌ای، ری شهری، حسین شریعتمداری، علی اکبر ولایتی، منوچهر متکی، علی آقا محمدی و از سپاه رضایی زلقدر و لطفیان عضویت داشتند و دستور کارش شناسایی سران مخالف نظام و ترور آنان بود، لیستی تهیه شده بود که در صدر آن لیست مسعود رجوی و قاسملو قرار داشت یکی از شبکه های تلویزیونی اتریش گزارشی از تیراندازی و ترور در آپارتمان قاسملو را پخش می کند اتاق فکر در ایران قبل از هر واکنشی خبری را از سوی وزارت خارجه در اخبار شب شبکه یک ایران پخش می کند که مذاکرات مهمی فیما بین دیپلمات‌های ایرانی و عبدالرحمن قاسملو در جریان بوده است که سازمان مجاهدین که از این توافق ناخشنود بودند با حمله مسلحانه به دفتر قاسملو وی و همکاران و دیپلومات های ایرانی را ترور کردند رهبر از ریم صفوی پرسید اگر مردم به خیابان ها ریختند حاضری با تانک از رویشان بگذری؟ رایم صفوی گفت بله و آقا حکم را داد دستش یکی از سرکردگان ریزشی سپاه پاسداران در نامه های به نوریزاد از قلمزنان حکومتی و از نزدیکان قبلی خامنه ای پرده از گوشههایی از جنایات تکان دهنده در حاکمیت آخوندی و نقش ولی فقیه ارتجاع و سپاه پاسداران برمیدارد. برملا شدن این جنایات که پیامد شکستن تلسم ولایت فاسد خامنه ای و زهر اتمی و حقوق بشر است خود از علائم مرحله پایانی نظام آخوندی است در یکی از این نامه ها به جزئیات ترور عبدالرحمن قاسملو دبیر کل وقت حزب دموکرات کردستان ایران پرداخته و در مورد تشدید تروریسم صادراتی رژیم در آسانه در هم شکستن استراتژی جنگ ضد میهنی خمینی توسط ارتش آزادی بخش ملی ایران می نویسد رفسنجانی به عنوان نماینده تامل اختیار امام نیک پی برده بود که بنبست جنگ انقریب ایران را وادار به پذیرش راه حل سیاسی خواهد کرد و او بیش از این نگران نوزج جریانها و رهبران مخالف جمهوری اسلامی بود و می اندیشید بزرگترین موزل و عامل براندازی پس از جنگ گروه های معارض و رهبران مخالف خواهند بود پس اتاق فکری تشکیل داده بود که در آن اتاق رهبر فعلی ری شهری حسین شریعت مداری علی اکبر ولایتی منوچهر متکی علی آقا محمدی و از سپاه رضایی زلقدر و لطفیان نیز عضویت داشتند دستور کار شناسایی سران مخالف نظام و ترور آنان در داخل و خارج کشور بود لیستی حدود صد نفره تهیه شده بود که در صدر آن لیست مسعود رجوی و قاسملو قرار داشت در این راستا سر تیم ترور قاسملو کسی جز محمد جوادی نبود نویسنده نامه ضمن ذکر جزئیاتی در مورد طراحی و ترور قاسملو و اعزام پاسدار محمد جوادی با اسم مستعار صحرارودی به اتریش با پوشش دیپلماتیک ادامه می‌دهد صحرارودی یا همان محمد جوادی به محض ورود به اتریش با برخورداری از حکم ویژه از علی اکبر ولایتی کوشید تا ملاقات با قاسملو را به شکل انفرادی و در بیلایی در هومه وین شکل دهد اما قاسملو این پیشنهاد را نپذیرفت و مکان ملاقات را در آپارتمان دفتر کار خود و با حضور دستیارانش تعیین کرد با این پیشنهاد طرح ترور ریخته شد سرکرده ریزشی سپاه در ادامه مطلب با نقل اظهاراتی که مستقیما از رئیس دفتر علی لاریجانی همان سهرارودی یا پاسدار جوادی شنیده اضافه می کند مستقیم از خود جوادی شنیدم که گفت هر دو به اتاق دیگری رفتیم گفتگوها کوتاه بود کار را به جاهای باریک کشاندم جوری که صحبت کوتاه ما به سرعت به مشاجره لفظی کشیده شد من سهرارودی بلا فاصله دست به کمر بردم و کلتم را بیرون کشیدم و شلیک کردم بدبختانه گلولم کار او را نساخت و به مغز او نخورد زخمیش کرد و به زمینش انداخت هل شدم گلوله های بعدی را نتوانستم درست شلیک کنم قاسملو هم کلت داشت حالا نوبت او بود که اولین و دومین گلوله را به زیر بغل و ناحیه گردن من شلیک کند بالاخره یکی از گلوله های من به مغز قاسملو خورد و کارش را ساخت در ادامه همین نامه در مورد طرز کار سیاسی و تبلیغاتی رژیم و نسبت دادن جنایت تروریستی خود به مجاهدین و کلان بهره برداری های رژیم از تسهیلات دیپلماتیک و مماشاتگران بین المللی می نویسد گزارش واقع اصر آن روز با کد رمز به دست منوچهر متکی می رسد ساعتی بعد یکی از شبکه های تلویزیونی اتریش خبر و گزارشی از سیراندازی و ترور در آپارتمان قاسملو را که توسط همسایگان به اطلاع پلیس رسیده بود را پخش می کند که در آن گزارش تصویری از سهرارودی بیهوش در بیمارستان های اتریش نیز دیده می شود. اتاق فکر در ایران قبل از هر واکنشی خبری از سوی وزارت خارجه در اخبار شب شبکه یک ایران با این فهوا که مذاکرات مهمی فیما بین دیپلومات های ایرانی و عبدالرحمن قاسملو با هدف حل و فصل اختلافات در جریان بوده است، که سازمان مجاهدین که از این توافق ناخشنود بوده اند با حمله مسلحانه به دفتر قاسملو وی و همکاران و دیپلومات های ایرانی را ترور کرده اند و وزارت خارجه حفظ جان دیپلومات های خود را از دولت اتریش میخواهد در همان ساعت اولیه شاه مهری مجروح نیز توسط پلیس اتریش بازداشت و هویت دیپلماتیکش برملا می شود. فردای آن روز هیاتی از وزارت خارجه ایران راهی اتریش می شود و علاوه بر پیگیری وضعیت دیپلماتهای های مجروح ایرانی با کورت والت هایم صدر وقت اتریش ملاقات و خواستار انتقال سریع دیپلماتهای های مجروح برای مداوا به تهران می شود. یازده روز بعد سهرارودی و شاه مهری با برانکارد از بیمارستان به هواپیمای ایران ایر منتقل و به ایران بازگشته و در اتاق اختصاصی در بیمارستان بقیت الله سپاه بستری می شوند. مداوای آنان حدود دو ماه به درازا کشیده می شود. سرکرده ی ریزشی سپاه درباره جنایات بعدی سهرارودی یا همان محمد جعفری سردفتر رئیس مجلس ارتجا نیز چه در سرکوب قیام دانشجویان و جوانان تهران در سال 78 و چه در ارتباط با حزب مالکی در عراق و صدور عوامل رژیم در نیروهای ویژه سرکوبگر حکومت مالکی می نویسد جعفری در سرکوب جنبش دانشجوی 18 تیر نقش ویژه داشته است و در محافل خصوصی به حضورش به صورت لباس شخصی در سرکوب و دستگیری دانشجویان اشاره داشته و گفته است زمانی که دانشجویان به سمت بیت رهبری و بازار تهران سرازیر شدند شیرازه قرارگاه سارالله از هم پاشیده شده بود و بیم شکسته شدن دروازه های بیت او را بران داشته بود تا با موتور دانشجویان را زیر بگیرد با روی کار احمدی نژاد وی نیز به یکی از عناصر کلیدی در حوزه امنیتی دولت مبدل شد و به سمت جانشین دبیر شورای عالی امنیت ملی برگزیده شد و نقشی کلیدی در سازماندهی سپاه بدر داشت که اکنون حدود پانزده هزار نفرند و اکثریت آنها جذب ارتش و پلیس عراق شدند معاون قدیمی و تحت امرش کازمی قومی هم به عنوان سفیر نقش هماهنگ کننده و ارتباط با حزب الدعوه جعفری و مالکی و مراجع نجف و کربلا با پوشش بازسازی عتبات را عهدهدار شد او در این مسئولیت بود که در یازدهم ژانویه 2007 به محاصره نیروهای آمریکایی در اربیل عراق افتاد اما با نفوذ و مداخله مستقیم جلال طالبانی آزاد و سریعا به ایران بازگشت اما نیروهای تحت امرش ماهها در اسارت آمریکایی ها ماندند. بعد از این حادثه به مدتی از انظار پنهان بود. اما اکنون بیش از یک سال است که به شکل سوری رئیس دفتر علی لاریجانی رئیس مجلس شده است. اما بدون شک دارای مسئولیت های امنیتی است و این عنوان مسئولیتی پوششی است. نوری زاده عزیز باز می گویم اگر یک روز به فرض محال به دفتر سردار پاسدار دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس راه یافتی به زخم گردن رئیس دفترش دقت کن این یک سندی است که با مرگ او نیز پاک نمی شود یادآوری می کنیم که در نخستین نامه‌ای که از این سرکرده سپاه پاسداران در سال 91 منتشر شده درباره قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 چنین آمده است من حالا میفهمم خروج یک کمپرسی جنازه جوانان 18 و 19 ساله از در زندان اوین در سال 67 هیچ تعریفی جز جنایت نداشته و من که سالها پیش از این کمپرسی های پر از جنازه را به چشم خود دیده بودم و آن را به اسم ضرورت انقلابی توجیه کرده بودم یک کوره به تمام معنا بودم. کوری که به صورت ظاهر چشم داشته اما جنایت را به ضرورت تفسیر کرده و از روی خون بچه های مردم گذشته و بر آن پا نهاده است. وی درباره برنامه اتمی رژیم با روسیه و سرمایه گذاری و هزینه های هنگفت خامنه ای برای حفظ حکومت بشار اسد نیز نوشته است. در یکی از نوشته هایت به مسئله هسته ای گفتی قمار هسته ای. من خودم از نزدیک در جریان این قمار بودم. بخش وسیع از کارهای سایت نتنز و فردو را از طریق دوستان بلافصل خود تعقیب می کردم که قرار بالادستیها ها از این استفاده سلحامیز چه بوده و قرار بوده به کجاها نیز ختم شود نمی خواهم در این خصوص پرده دری کنم اما ورود ما به این قمار با تأکید مستقیم همان مولای صورت گرفت که این روزها برای خروج از بومبست های بین المللی میلیارد میلیارد به حساب چین روسیه پول واریز می کند که هوایش را در نشست های بین المللی داشته باشند و هر طور شده بشار اسد را بر تخت خونینش حفظ کنند جالب نیست؟ سابقا ما به چین و روسیه پول می دادیم که برای ما نیروگاهی بسازند و جنسی به ما بفروشند اما این روزها این دو کشور زیرک به خاطر نگه داشتن بشار اسد از کیسه مردم ما پول برمیدارند. بسات این قمار بزرگ که عواقب باخت آن حالا حالاها گریبانگیر ملت ایران است توسط رهبری صورت گرفته و میگیرد که همین کارش می توانست او را به محکمه بکشاند و او را ساقط کند مهره ریزشی سپاه درباره موقعیت خامنه ای و سرمایه روی سپاه پاسداران به عنوان ابزار اصلی سرکوب و صدور تروریسم و حفظ رژیم ولایت فقیه نوشته است رهبری همه سرمایهاش را در قمار زندگیش به دست سپاه سپرده تا سپاه همین سرمایه را در چیزی به اسم ماندن بر قدرت برایش سرمایه گذاری کند. این رهبر مدت هاست که خود به دست خود ساقط شده. طبق همان موازین و اصولی که در عرف و شر حقانیت و بقای یک ولی فقیه را با آن میسنجند. مگر می شود ولی فقیه دستش به خون مردم آلوده شده باشد و هنوز نور چشمی خدا باشد؟ رهبر از آقای رحیم صفوی پرسید اگر مردم ریختند به خیابانها و زدند و شکستند و آتش زدند حاضری با تانک از رویشان بگذری؟ رحیم صفوی گفت بله و آقا حکمش را داد دستش سرکرده ریزشی سپاه در مورد سیاست های ورشکسته و قدر نمایی های کاذب رژیم و پروژه فاجعه بار و ضد ایرانی و ضد انسانی دستیابی به سلاح اتمی نیست که توسط مقاومت ایران افشا شد و تناب زهره اتمی را به گردن رژیم خوناشام ولایت فقیه انداخ نوشته است حرف آخر من درباره این روزهای مردم بیدفاع ایران است که اسیر مشتی ابله شدند این رئیس جمهور ابلهی که می گفت آن قد قطنامه بر علیه ما صادر کنند تا قطنامه دونشون پاره بشه بیاید و این بسات بینون مللی را که علیه ما پهن شده جمع کند رئیس جمهوری که دل شخص رهبر بود و او همه چیزش را فدای بالا آمدنش کرد حالا بیاید و این فلاکت را از سر ایران و ایرانی کنار بزند من دیدم نمایندگان ابلهتر مجلس دو فوریت بستن تنگه هرمز را تصویب کردند این نامه را نوشتم تا به عنوان یک کارشناس نظامی بگویم همه عده و ارزه ما در مقابل ناتو و ناوهای جنگی آمریکا زیاد زیاد دوام بیاورد نهایتا دوازده ساعت تا یک روز است بعدش که همه زیر ساختهای ما را زدند و کاری هم از موشکهای مشکوک ما بر نیامد ملت ما را گلوله می کنند و میفرستند به چهل سال قبل می رویم پشت سر افغانستان و کاسه گدایی در دست می گیریم در این قمار هسته ای ابله باشند اعضای آژانس که باور کنند این همه تأسیسات روزمینی و زیرزمینی رهبر برای استفاده سلحامیز از دانش هسته بوده و برای قنیسازی 20 درصدی اورانیوم. جناب رهبر گفت که ما دروغ نمیگوییم و غیر از استفاده سلحامیز قصد و قرضی نداشته ایم و نداریم. این یک دروغ علنی و آشکار است. خود او و خیلی از ماها میدانیم که این حرف یک دروغ استراتژیک و مسلحتی است یک دروغ از طرف کسی که برای حفظ نظام هم نباید دروغ بگوید چرا که دروغ به این بزرگی اول برایندش همین سقوط اوست از منصبی که بران نشسته و دست از آن نمیکشد؟